وقت شما بخیر وطنداران و همزبانان. اخیرا ما در باب اعلامیه یورگن هابرماس، نظریه پرداز شهیر جهان لیبرال، یک برنامه را ارائه کردیم. ایتو به نظر من رسید که یورگن هابرماس، خوب البته یک اطلاعیه یا یک ضد حمله دیگر روشنفکرهای غرب علیه صادر شد در انتقاد از اما نظریات گزینشی هابرماس. ای تو به نظر آمد که ای آدم در اطلاعیه اخیر خود که صادر کرده بود در مورد مشروع شمردن اسرائیل و انهدام غزه، یعنی در واقع کرامت انسانی را مصادره به مطلوب یهودیت و صهیونیزم نکرده، یک کمی دمو جهت پیش رفته. من تو متوجه میشم که این آدم ازمی محو اسرائیل بسیار ترس داره. به چی شکل ترس داره؟ به نظر هابرماس پایان ژئوپلیتیک اسرائیل پایان جهان تلقی میشه. در این قسمت خب یک اطلاعیه در انتقاد از یادم که صادر شد، یک نویسنده عرب است به نام هاشم صالح او را نقل کرد که خب همه قدر گفته باشیم که اکثر روشنفکران در غرب، اگر نگوییم همیشان، عملیات هولناک حماس که در شب 7 اکتبر جهان شوکه کرد محکوم کردند. اکثر روشنفکران عرب با استثنای یک عده محدود عملات حماس ستایش کردند. اینجا میبینیم چی یک دره عمیق بین روشنفکری جهان عرب و جهان اروپایی است. اینا ستایش کردند، کف زدند. خب پس چی؟ یعنی شکاف بزرگ بین روشنفکران عرب و روشنفکران غربی شامل امریکایی و اروپایی وجود دارد. ای از کجا شد؟ ای از مو جایی شد که تا حال پنهان مانده بود. زرق و برق او را پوشش داده بود. بیانیه شگفتانگیز به امضای بیش از 100 روشنفکر امریکایی و اروپایی در پاسخ به بیانیه هابرماس و گروهش، یک گروه صادر شده. اونا اظهارات هابرماس بیش از حد جانبدارانه به سود اسرائیل دانستند. این برنامه رو به خاطر میگیریم که در دنیای روشنفکری شرق و غرب ما یعنی رد پای یک بحران غیر قابل حل نشانی کرده باشیم، نشان داده باشیم که نظریه پردازهای غرب وقتی که میرن وقتی که دقیق شانه با شانهشان شما برین آخرش این کفگیرشان تای دیگ میخوره که چی؟ اصل خود نشان میدن، اصل ما قبل دوری روشنگری ده، عصر ما قبل انقلاب صنعتی و مدرنیزم و پست مدرنیزم نشان میدن. در این نقطه نظریه پردازی روشنفکری در شرق خود نمیدانم که کار کرده یا نکرده. برای غزه انفجاری بود که به اصطلاح این پوستر شگافت، از قبل هم شگفته شده بود، منتها دنیای ما رخوت زده بود. وقتی که آریل شارون صبرا و شتیلا را قتل عام کرد، همون وقت اتفاق افتاده بود. اما او وقت دنیای ای طرفی ارزه فکر کردن نداشت. حالا ای آدم که بیش از حد جانب دارانه و سود اسرائیل گپ میزنه به این معنی است که همه روشنفکران غربی
یعنی ات لایه که مثلا اینا صادر کردن علیه هابرماس، ما به این نتیجه می رسیم که کلیت روشن فکری در غرب یک مجموعه کر و لال و کور نیست، یک شاخی از اینا هستند که مثل مثلا از جنس هایدگر، از جنس هابرماس که یک عالی تازه شناخته شد. میفهمیم که مثلا بیانیه هابرماس در 13 نوامبر صادر شد در 2023، پاسخ تقریبا 10 روز بعد صادر شده بود. این انعکاسش در مجامع روشنفکری بحران زده ما کمی دیرتر آمد، در 22 نوامبر شد. خب اونا چی میگن؟ ما با هابرماس در محکوم کردن کشتار و رای بودن غیر نظامی های اسرائیلی توسط حماس موافق هستیم. او هم قابل مذمت است در مورد لزوم حفاظت از زندگی یهودیان در آلمان در برابر موج ستیزی که فعلا موج یهودی ستیزی که پیدا شده. اونا میگن که باید یهودیان حفاظت شوند، نباید از حالت عادی به حالت افراد گذر کنه. اما او چیزی که این نویسنده ها میگن ما را در مورد اعلامی اصول همبستگی که توسط هابرماس صادر شد نگران میکنه ای است که این همبستگی حداقل در ظاهر فقط به اسرائیلی ها محدود میشه. همه روشنفکر باید بپذیرند که فلسطینیان غزه آل در معرض مرگ و نابودی هستند. چرا؟ مگر نمیبینین؟ خب این بیانیه منتقد هابرماس میگه که همبستگی به این معناست که اصل کرامت انسانی یکسان است. تعریف جوهری گوهر بشریت، گوهر انسانی یکسان است، باید همه را شامل شود، یعنی یهودی باشه یا عرب باشه، هر اسرائیلی باشه یا فلسطینی، همه انسان هستند و در حقوق و کرامت انسانی خود با هم چی هستن؟ برابر. این همون فلسفه است که خود هابرماس پذیرفته در آثار خود، مدام از این دفاع کرده. حالا با کدام بیماری مبتلا شد؟ این اصل بشر دوستانه آدم وادار میکنه که با همه مردم غیر نظامی که ناخواسته در معرض فاجعه و بلایای جنگی قرار می گیرن، همبستگی بی تعصب نشان داده شود. خب برای منتقدین گفتن که بیانیه هابرماس 3 اصل بیان می کنه که باید بر جنگ ها حاکم باشد. 3 اصل: پاسخ به یک تهاجم نباید به او اندازه دهشت آور باشه که از حد رفتار اولیه فراتر بره، کاری که اسرائیل کرد. پاسخ وحشیانه اسرائیل چندین برابر اقدامات وحشیانه حماس بود. دوم، تا حد امکان از تلفات غیر نظامی ها جلوگیری شود که او ای اصل کرامت انسانی از طرف اسرائیل زیر پا شد. مصیبت های مدنی که بر سر غذا آمده، هیچ چیزی نمانده اوجه، لرزاننده تر و حتی فراتر از وحشتناک بودن است. خب در نهایت برای دستیابی و صلح، یک جنگی که برام میفته نهایت هدفش صلح باشه، نه جنگ به خاطر جنگ، نه جنگ به خاطر انتقام. این 3 اصلی که آبرماز در آثار خود مطرح میکنه، 3 جوهری نظریاتیش که است، ارزش کاملا به وسیله اسرائیل که آل ای آدم او را ستایش میکنه زیر پا شده. ای آدم چطور میتونه که مثلا به نظریات و منتو فراورده های ارزشناک فلسفی خود، جهانبینی خود به صلاح خیانت بکنه؟ خب
تا جایی که دیده میشه به اندازه کافی آدم بر لزوم احترام به قوانین بین المللی که تا جایی که مثلا از ارتکاب جنایات جنگی جلوگیری شود، مثل مجازات دست جمعی، تخریب زیر ساختای نظام غیر نظامی مثل مدارس، بیمارستان و اماکن مثلا چیزی که در غزه اتفاق افتاد، تأکید نمیکنه. خب کل غزه ویران شد. حال اینا میگن که چی کسی در او غزه ویران بیشینه مثلا در خانه خود آرام تلویزیون تماشا کنه؟ چی کسی میتونه که او همه تابوتا و اجساد کفن پوش کوچک و بزرگ و متوسطه نگاه بکنه؟ جالبی است که پاسخ اونا قوی تر از پاسخهای اکثر روشنفکران عرب بود، اینمی کسایی که بر علیه آبرماس قیام کردن پاسخشان قوی تر از روشنفکرهای عرب بود. اینا کنترل اعصاب خود از دست دادن، شروع کردن به چی بگویم، به توهین و اعدام آبرماس. خب اینجا هم ارزه مطرح است. آبرماس البته در او اعلامی خود به او میزانی که روشنفکران در خاور میانه از او برداشت کرده بودن، به اصول روشنگری خیانت درشت نکرده، اما امی فضایی را که در او اعلامیه آورده برداشت میشه که با اصول روشنگری پشت پا زده شده، فراموش شده. یعنی ای آدم دامنه لشکرکشی اسرائیل به غزه را محدود کرده، شرایطی را به او تحمیل کرده، اما این کافی نیست، محکوم نکرده. شکی نیست که مثلا با بیش از حد به سود اسرائیل صحبت کرده. چرا این کار کرد هابرماس در این سن 94 سالگیش؟ ای آدم از نابودی اسرائیل می ترسه. بسیاری جهان لیبرال های امروزی نابودی اسرائیل نابودی خود می دانن. مثلا شاید اینطور در اروپا معتقد باشند که این فیلسوف آلمانی فکرش این رقم است که مسلمان ها خود تعدادش بسیار زیاد است، هیچ کس نمی تانه اونا را برخلاف یهودی ها از صفحه هستی حذف کنه. چی میشه که چی کسی میتونه که مثلا 1.5 میلیارد انسان مسلمان نابود بکنه؟ خود عرب هم زیاد هستن، 500 میلیون نفر. در نتیجه اونا مثل کو در جای خود استوار هستن، تمام منطقه از اقیانوس تا خلیج فارس اونا وجه حضور دارن، نه کسی میترسن نه اندوگین میشن. ای میخوای اوتر بگو قیاس ناگفته نانوشته خود قرائت بکنه با خود. مثلا یهودی ها بسیار اندک هستن، تعداد کلشان مثلا در جهان بیشتر از 15 میلیون نیست. یک نوع چی بگویم، یک نوع عقده نازی هابرماس، مثل عقده نازی یه آدم تسخیر کرده. خب این یک داستان کلان دیگه است که در اطراف عقده هابرماس آدم تحقیقات بکنه. یک البته مضمون تحقیقات بسیار جالب است که آدم فرصت داشته باشه سر از یک چند مدت کار کنه. این آدم نمیتونه کاملا عینی و بیطرف باشد. هابرماس از نظر چی؟ وفاداری به کرامت انسانی و اون نظریه هایی که در آثار خود به عنوان یک بینش کل مطرح میکنه، آن نمیتونه بیطرف باشه، یک رقم چی توازن خود از دست داده. مثل ژل دلوز یا ماکسیم رودینسون در فرانسه. خب ماکسیم رودینسون اون کسی بود که فاشیزم اسلامی رو نوشت، مورخ، جامعه شناس، خاورشناس مارکسیست فرانسوی بود. خب البته او هم یک گپ داشت که پدر مادرش یک وقت در اردوگاه کار اجباری آشویتس جان داده بودند. اما کندکاو در مورد او چیزی که
در پس چهره هابرماس است بخی ضرور است به نظر من. اکثر اینا فیلسوف و استاد دانشگاه بزرگ در اروپا و امریکا هستند، در دانشگاه کولومبیا، نیویورک، آکسفورد، دانشگاه بیل و اون. اما نکته قابل توجه برای هابرماس که باید به او آدم چی کنه اذعان بکنه این است که یادم در بیانیه خود بصرات نجات پرستی را محکوم کرده، اما این کافی نیست، خیلی چیز کلی است. یعنی او صرفا نجات پرستی که علی یهودیان به اصطلاح مریول الاجراس محکوم نکرده، بلکه او گپایش تلویحا نجات پرستی را که علیه سایر مردم ساکن آلمان فعلا از جمله عرب ها، ترک ها، افغانستانی ها، ایرانی ها اعمال میشه محکوم میکنن. خب یک چیز کلی است، ای به معنای از این برات نمیته که وقتی که در کشتار غزه را آنچه که اسرائیل انجام میده او را حق اسرائیل میدانه. یعنی اگرچه با نجات پرستی علی عرب ها و دیگر ملیت ها مشروعیت نداد، با نجات پرستی مشروعیت نداد، اما تبعیض علی مسلمان ها را چیزی نگفت. بین نجات پرستی و تبعیض مفهوم یعنی مجزا است، تعریفش متفاوت است. این چیزی است که نمیتونست از یک فیلسوف روشنگر بزرگ مثل یادم سر بزنه. خب ای اروپا مجیب یک سرنوشت داره. پیش از پیروزی روشنگری در می حوزه همه فرقه گرایی در درون خود مسیحیان یعنی دیوانه کننده بود. افراطیت، خرافات. خب شما بیاد داریم که جاندار که فرانسه را چه رقم اینا آتش زدن. از این نمونه ها فراوان است. در اصل روشنگری با عنوان یک واکنش به کشتارهای فرقه‌ای آمد که وقت چی کشتارهای فرقوی مسبب کشتارهای فرقوی یعنی بنیادگرهای و به اسلام و دستجات اخوان مسیحی بودن. کفاره و زده کفاره در او زمان به اسلام در دو دکترین اصلی مسیحیت اروپایی در اوج خود بود. روشنگری و مشکل فرقه گرایی در اروپا را حل کرد، او را از بین برد و این دستاورد بزرگ همون چیزی است که باعث شکل گیری یک اتحاد ملی محکم بین فرانسه، انگلیس و آلمان شد. اما اونمو فرقه گرایی اخوان مسیحی و افراطیون کلیسایی دوباره برمیگرده، خدا نشان میده. هم نشه که مولانای بزرگ ما که میگه هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار و اصل خیش، حتی در وجود هابرماس. روشنگری و زمان بزرگترین خدمت به تاریخ معاصر اروپا کردی، همون چیزی است که منجر به برتری اروپا بر تمام مردمان روی زمین شد و ما و شما هم در کشورها چقدر مدل بودن، نظریه پردازش، جامعه شناسیش، رمانش، ادبیات، پیشرفت، مثلا نگاه جهان بینیشان و درون بینیشان بر ما الگو بود. خب روشنفکری یک کلمه مثلا رایگان نیست که بگویی که روشنگر است و پس در خلا پرتاب شود. روشنگری یک مشکل واقعی را حل میکنه، افقای بصر باز میکنه. تعصب مضر میکشه در وجود انسان. این بسیار سخت کار است، روشنگری بسیار کار سخت است. اونمو روشنگری اروپای جاهل از چنگال مفهوم اما تیره و تار و فرقه گرایی و دین سالاری افراطی نجات داد، یک چیز کم نبود.
خب یعنی ای به این معناست که ما نباید نسبت به هابرماس تند عمل کنیم. چرا؟ هابرماس فرزند دوره پیشا روشنگری نیست. ای اضافه از 70 سال، تقریبا 70 سالی اندیشه خلق کرده. حال چطور پای اندیشه خودم میشکنانه؟ خب البته ای توی یک برداشت برای ما و شما پیش نمیه که اینمی آدم، اینمی هابرماس، جوهر فوقلاده خاصی در تاریخ یهودی ها میبینه. او به اعلامیه را ما خواندم. او جوهر چیز که او را از تمام مردم های روی زمین میگه باید متمایز کنه. چرا؟ به می دلیل است که یهودی ها همیشه در طول تاریخ در تیرس تهدید نابودی قرار داشتند. یعنی کل جهان بشری دیگه و یک حقد و حسد دارن نسبت به اینا. ایر خود آبرماس کتاب بنویسه ثابت کنه. یهود همیشه یک اقلیت تحقیر شده بوده، مطرود در حراس و حصر زندگی کرده، چه در کشورهای مسیحی چه در کشورهای اسلامی. اما بهترین خاطرهایش از کشورهای ما و شما کشورهای اسلامی است. این در افغانستان ما و شما، در ایران خالی هم. به همین خاطر دیگه آبرماس بیشتر از روشن فکران غربی از حماس می ترسند. و ای که حماس از چی پدیده در چه زمینه رشد کرده، ای حماس از چی پدیده پروریده، ای چیزها رو اکرقا تیر خودم میارن. خب چرا یا می ترسن؟ اینا از این می ترسن که ای حماس یکی خو ماشین جنگی مقاومت رو در دست داره. دیگه از نظر می ساختار ایدئولوژیک خود وابسته است به یک گروه مذهبی همیتو تند که مثلا جدش به اخوان المسلمین میرسه. اما او اخوان المسلمینه که اینا میترسن، از جدش نباید بترسن. چرا؟ جدش ساخت خود از اینا بود. ایده تاریخ به ما میگه. خب آله آبرماس این دنیمی ری سفیدی آله چی شده؟ بیخی قانع شده که اینمی جنبش ها و دلایل مذهبی میخوان یهودی ها رو چی کنن؟ نابود بکنن. کاملا غلط. جنگ حماس پایه مذهبی نبود. ای گپا نبود. وقتی که فلسفه تأسیس ژئوپلیتیک اسرائیل مطالعه میکنیم، ای حماس خودش قربانی است. بخشی از کلیت قربانیان است. خب فتواهای کلامی زیاد وجود داره که مثلا یهودی ها را ایتور بگو ایتور بگو ایتور بگو، اما در ساختار فتاوی و سلام مفتی های یهود هم بسیار چیزایی است که نمی موی در تن آدم در سر آدم راست میشه. یه جای پرداختن به او نیست. بنان اینمی دلیل بوده که آبرماس نتانست با مردم فلسطین او شکلی که از یک فیلسوف بزرگ انتظار میرم بستگی نشان بده. لغزید.